در همین ابتدای کار هم با کمک‌هاش هم با ناظر بازی ظاهراً یه صحبتی داره. این هم احسان مرادیان هست که داره مهیا میشه، کار سختی رو داره، به خصوص اگر خب بازی شروع میشه. در همین ابتدای کار هم تیم پرسپولیس سعی میکنه حمله رو به روی دروازه حریف صورت بده. محسن بنگر بلافاصله بعد از شروع بازی از سوی استقلال اهواز، این بازیکنان پرسپولیس هستند که توپ رو در اختیار گرفتند در مرکز زمین. یاران استقلال اهواز صاحب توپ هستند. جدای تیمای اول و آخر جدول رده‌بندی با انگیزه های متفاوت، برانکو ایوانکوویچ و تیمش برای اینکه از کورس قهرمانی جا نمونه و در صدر باقی بمونه در چهار هفته به پایان کاری کرد. کارستون رامین رضاییان سریع پرتابش رو انجام میده برای محسن بنگر. در برگشت کمال کامیابی نیا بود و پاس رو به عقبشون، حالا در واقع مراقبت میکنن تا توپ رو مجدد در اختیار بگیره. این هم آقای بختیاری زاده است، تیمش راه دسته اول لیگ یک رو در واقع به نوعی در پیش گرفته. احمدزاده به عقب، در برگشت یه بار دیگه کمال کامیابی نیا بازیکن محروم تیم پرسپولیس در شهرآورد پایتخت که اون بازی رو به جهت محرومیت از دست داد. یه بار دیگه بنگر، در مرکز زمین پرسپولیسی ها یه لحظه توپ رو لو میدن. به نظر رسید که روی کلاهکج یه خطایی صورت گرفت. آقای سیدعلی در سوت خودش دمیده و خطا رو اعلام کرده. از داوران نسبتاً جوان لیگ ما و در این سمت شروع مجدد کار. به نظر یک کورنر برای استقلالی های اهواز به دست اومده. اولین کورنر این مسابقه رو به دست میارن. سوشا مکانی صحبت میکنه بعد از پیروزی ارزشمند و پرگلش مقابل استقلال تهران، از رویه بالا برخوردار هستن بازیکنان. جابجا میکنه، در واقع منطقه دورخیزش رو برای زدن ضربه کورنر مهیا بکنه. این سمت هم ظاهرا از سوی هواداران پرسپولیس شیطنت هایی داره. بازوبند کاپیتانی رو به یاد در واقع هادی نوروزی شماره 24 رو روی بازوبند عادل کلاهکج هم که سابقه پوشیدن پیراهن تیم پرسپولیس رو هم داره دیدیم. یه لحظه هم اونجا ظاهرا هواداران پرسپولیس مشکلی رو ایجاد کردند، یه وقفه ایجاد شد. کلاهکج هم حرفه‌ای‌گری کرد تا داور رو همین سمت می‌بینیم. خب بله، چیزایی هم پرتاب شده رو به عنوان مدرک جرم ثبت می‌کنن. خب به هر حال اونجا میگه که یه مقدار دعوت به آرامش بکنه. فضای ملتهبی داره ورزشگاه، به هر حال هم پرسپولیس اونجا هوادار داره، همین که استقلال خوزستان خودش یه تیم مدعی از جمع خوزستانی‌ها در لیگ برترمون برای قهرمانی، همین یه فضای دو جانبه متفاوتی رو ایجاد کرده. یه فرصت هست، یه لحظه پشت مدافع این پاس رو به عقب، سوشا نمیتونست از دستش استفاده بکنه و اون سمت پرتاب برای استقلال اهواز شکل میگیره. طالب ریکانی بود که در متن این حرکت قرار داشت. لحظاتی دیدید کامیابی نیا به عقب، خود انصاری یه بار دیگه خطایی در کار نیست. توپ کامیابی نیام خیلی دور نمیشه و این سمت هم سوشا مکانی قبل از همه به توپ میرسه.
فرشاد احمدزاده بلند پشت مدافعین یه لحظه حرکت کرده بود، امید عالی شاه که مرادیان میاد توپو جمع میکنه قبل از اینکه اتفاق خاصی رخ بده. و مشکلی پیش بیاد، بلند روی هوا بلند میشه و توپ رو در اختیار میگیره. ورزشگاه تختی به نظر میرسه که جای خالی نداره. در مرکز زمین بازیکنان پرسپولیس توپ رو میگیرند. بنگر توپ رو میگیره، یه موقعیت هست، برمیگرده ببینیم این ضربه رو چطور میزنه و عکس العمل مرادیان موقعیت جدی پرسپولیس رو میگیره. خوشبختانه صدای آقای نریموسا رو هم داریم. میریم به ورزشگاه تختی اهواز با حال و هوای ورزشگاه در خدمتتون هست. خب مجددا خدمت بینندگان عزیز و ارجمند شبکه سه سیما، دوست خوبم پیمان یوسفی عزیز و میهمانان عزیزش سپر حیدری و پیروز اورو سلام عرض ادب و احترام دارم. از این لحظه با پخش زنده، البته با صدای در واقع چون گزارش که در ورزشگاه تو که پیمان گفت، در خدمت شما هستیم. دیدار دو تیم با تاخیر آغاز شد. ببینیم با این کرنر چه خواهند کرد بازیکنان پرسپولیس. ضربه علی پور رو مرادیان قبل از این به کورنر فرستاد. بچه‌ها میتونن در حرکت واسه به تصویر بکشند. بازی قشنگی بوده از ابتدای مسابقه. ای کاش این حساسیت‌ها و در واقع میشه گفت حواشی مسابقات لیگ برتر ما در واقع یه جورایی دیگه کنار فوتبالان نباشه. قبل از بازی به دلیل ناهماهنگی‌هایی که به وجود اومد، میدونید ورزشگاه تختی 15000 نفری هست و یه مقداری با تأخیر بازی آغاز شد. عذرخواهی می‌کنم از تمام بینندگان عزیز و ارجمند و خدمتتون عرض کنم که با پخش زنده این دیدار در خدمت شما سروران گرامی هستیم از طریق شبکه سه سیما، شبکه خوزستان و همچنین شبکه جام جم. به هر حال امید من این هست که این بازی جذاب و دیدنی از آب در بیاد، که شما لذت ببرید. پرسپولیس با برد و پیروزی و پرگلش مقابل استقلال تهران در داربی با رویه مضاعف به میدان اومده. برشک کفشگری و مهدی طارمی رو نداره و استقلال اهواز هم که یک تیم بسیار جوان و بومی هست، در دو سه بازی گذشته خودش بسیار خوب نتیجه گرفته و خوب بازی کرده، در انتهای جدول است. اما اصلا نمیشه در واقع میشه گفت به جایگاه دو تیم نگاه کرد در جدول رده‌بندی. استقلال اهواز و بازیکنانش مطمئنا پر از انگیزه هستند تا یه بازی زیبا و جذاب رو به نمایش بگذارن. قضاوت بازی بر عهده آقای سید مهدی سید علی هست. آقای حسین طالقانی و مهدی الوندی شون رو در قضاوت بازی امروز یاری میکنن. آقای روح‌الله شریفی هم که داور چهارم این مسابقه هست. ببینیم در میدان مسابقه دو تیم چه بازی رو ارائه میدن. یه حرکت رو به جلو و زیبا از هلیچی از استقلال اهواز که من در طی گزارش خدمتتون عرض خواهم کرد بازیکنان استقلال اهواز همگی اهوازی و خوزستانی هستند و امیدوار هستیم برشک این جوانان جوانان به همراه بازیکنان پرسپولیس که اونها هم حالا به جز یکی دو تا بازیکنش همگی جوان هستند، آینده فوتبال ما رو تشکیل بدن و دور از حساسیت و دور از حاشیه در واقع بازیکنان ترکیب اصلی تیم ملی رو تشکیل. چهره سید مهدی سید علی رو ملاحظه کردی، داور 38 ساله و شهر رئی فوتبال کشورمون که از سال 87 قضاوتش رو در بازی‌های لیگ برتر در واقع شروع کرده. بازیکنان پرسپولیس از سمت راست ارسال رو انجام میدن برای فرشاد احمدزاده به شکل پاس کوتاه. بازی در اختیار بازیکنان پرسپولیس هست. چند ضربه میزنن مسلمان و احمدزاده ترجیح میدن اونجا پاس کوتاه رو رد و بدل کنن. در مرکز میدان کامیابی نیا، امید علی شاه، بازیکنان استقلال در نیمه زمین خودشون هلوش محوطه جریمه اونجا آرایش پیدا کردن. اونجا اجازه نمیده بازیکن جوان استقلال اهواز که توپ ارسال بشه. یه بار دیگه پشت محوطه جریمه، یه ارسال به تیر دوم و نقطه کور خط دفاعی استقلال اهواز که توپ به بیرون میره. 17 بازی رو قبل از این مسابقه انجام پرسپولیس اینجا هنوز استقلال اهواز رو نتونسته ببره و معمولا در واقع میشه گفت که تلس شده در این ورزشگاه در سالهایی که برشک، حالا به خصوص بازیکنان
خوشنامی در استقلال اهواز وجود داشتن. در تیه گذاشت من خدمتون عرض خواهم کرد، زمین که ارسال بازیکنان پرسپولیس رو ملاحظه کردید، 17 بازی رو انجام دادن دو تیم، 7 پیروزی برای پرسپولیس، 6 مساوی، 4 برد برای استقلال اهواز. تمام بردهای پرسپولیس در تهران بوده. سیاوش بختیاری زاده رو شما ملاحظه میکنید، سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز 53 ساله هست و با جوانانی که به هر حال در اختیار داره بازی‌های خوبی رو ارائه دادن که تیمش همچنان با 13 امتیاز در انتهای جدول است. اگه پیروز نشه در این مسابقه و شکست بخوره از همین هفته دیگه در آغوش گفت قطعی میشه سقوطش، روی کاغذ هم قطعی میشه. استقلال خوزستان گسترش فولاد تبریز نیمه اولشون 0-0 مساوی. بعد از این مسابقه استقلال تهران و فولاد سه مسابقه‌ای که در آغوش گفت اون بالای جدول رو تغییراتش رو به وجود خواهند آورد. لغزش هر یک از تیم استقلال خوزستان، پرسپولیس و استقلال تهران در این هفته از رقابت‌ها باعث میشه که رقیبشون در بالای جدول آرام‌تر و راحت‌تر قرار بگیره، اونجا به دنبال کسب مقام قهرمانی باشه در سه هفته مانده به پایان رقابت‌ها. گسترش و استقلال اهواز، ملوان و سایپا که ملاحظه کردید ملوان 3-1 سایپا رو شکست داد، راه آهن و پدیده و دو بازی دیگر که یکیش همین بازی هست که با تأخیر آغاز شد و یکی هم بازی استقلال تهران و فولاد که نمیدونم حالا دیگه همون 20-15 دقیقه آغاز خواهد شد یا خیر. مرادیان بلند به زمین پرسپولیس، بنگر ضربه اول رو میزنه، مدافع 36 ساله حالا دیگه پرسپولیس در مرکز میدان، کامیامینیا یه ارسال پشت مدافعین، فرصت برای بنگسون، حالا موقعیت برای احمدزاده، ضربه که از کنار دروازه در قومش گفت روی خط عبور کرد و در اون سمت مدافعین استقلال تصاحب کردن، اشتباه میکنند، میگیره توپ رو احمدزاده، اونجا حرکت رو در واقع محمد انصاری انجام داد و دستخواهی میکنم از شما. در سمت چپ خطا به نفع پرسپولیس، ببینید یک بار دیگه ضربه‌ای که توسط بازیکنان پرسپولیس زده شد ملاحظه کردید. رامین رضاییان پشت توپ، کنارش مسلمان هست، واگذار میکنه به مسلمان با پای چپ، یه ارسال بلند و مورب، ارسالی که در محوطه جمعی توسط مدافعین استقلال اهواز دور شد. در ادامه تیم فوتبال پرسپولیس مجددا صاحب توپ هست، 48 امتیازی و با یک امتیاز اختلاف نسبت به استقلال خوزستان در صدر جدول. پرسپولیس تهران در واقع پیروزی روی بخششون مقابل همشهریشون استقلال تهران باعث شد این تیم با یه تیر چند نشون بزنه و هم داربی رو ببره هم به صدر جدول بره. استقلال خوزستان متوقف شد در مقابل نفت تهران و به رده دوم سقوط کرد. استقلال تهران هم که در رده سوم هست، سه تیم بالای جدول 48-45 امتیازی هستن، تراکتور سازی با 42 امتیاز مترصد فرصت هست تا این سه تیم لغزش کنن تا بیاد و نزدیک بشه اونا بچسبه اونا و لیگمون رو جذاب تر کنه. سه تیم نماینده ما در باشگاه آسیا روز یک شنبه بازی‌های خودشون رو برگزار خواهند کرد، زوباهن سبا، سیاه جامگان تراکتور سازی، نفت تهران سپاهان. حتی به نفع پرسپولیس تهران هست. بهترین بازیکنان دو تیم در واقع میشه گفت که استقلال اهواز و پرسپولیس رو خدمتتون عرض کنم، میلاد پاکپرور جوان به هر حال جوای نام استقلال اهواز هست که از خوبهای استقلال اهواز بوده، مهدی طارمی هم که با زدن 16 گل در رقابت لیگ برتر فعلا در این بازی غایب هست و او هم از بهترین های پرسپولیس بوده. از کنار دروازه مرادیان باید به توپ ضربه بزنه، خدمتتون عرض کردم حدود 30,000 تماشاگر از این بازی دیدن میکنن. 15 دقیقه مسابقه رو پشت سر میگذاریم، حتی یه مقدار هنوز جا در ضلع شمال در واقع میشه گفت که
شرقی ورزشگاه دقیق گفته باشیم، زیر ساعت ورزشگاه رو بعدا بچه ها به تصویر میکشن، اونجا یه مقدار خالی هست، یعنی جا هست. اما در ضلع جنوبی ورزشگاه تا لب نرده های فلزی در واقع جلوی تماشاگران هم تماشاگر نشسته. در واقع جذابیت ها، حساسیت ها و نتیجه که در داربی به وجود اومد بین دو تیم پرسپولیس و استقلال اهواز، استقلال تهران، باعث هجوم تماشاگران به ورزشگاه تختی اهواز شد. خب تیم میزبان هم استقلال اهواز است، ورزشگاه اختصاصیش هست و ورزشگاه اولش هست و تاکید کرد که در همین ورزشگاه باید انجام بشه که حق به هر حال میزبان هم هست و تمامی این مسائل باعث شد که تماشاگران زیاد در پشت درهای بسته ورزشگاه تختی باشند و در نقاطی از ورزشگاه هم تماشاگر تا پشت نردهای فلزی نشسته. روزگاری استقلال اهواز به هر شکل با رهبری و هدایت بازیکنان خوب خودش در قاطی لیگ برتر کشورمون آقایی میکرد. ببینیم با این توپ چه خواهند کرد بازیکنان استقلال اهواز. اونجا پاک پرور توپ رو ارسال میکنه که بر میگردونن. طالب ریکانی در سمت راست حرکت میکنه با او کامیابی نیا، یه لحظه جا گذاشت پوشش بازیکنان پرسپولیس و لوکا ماریچ که نهایتاً توپ به بیرون میره. محمد انصاری پرتاب میکنه، کامیابی نیا برای بنگستون. در غیاب مهدی طارمی، بنگستون در ترکیب ثابت قرار گرفته، بازیکن هندوراسیه پرسپولیس که خیلی کند و آرام در واقع میشه گفت که در زمین حاضر هست، که از بهترین گلزنان تیم ملی هندوراس هم بوده. برش چشم طرفداران و هواداران پرسپولیس برای آسوده شدن خیالشون برای سه هفته مانده به رقابت لیگ برتر به این دیدار هست، دیداری که خودشون هم میدونن که دیدار سختی هست. درست که استقلال اهواز در انتهای جدول هست، اما هم چند هفته گذشته خوب بازی کرده و خوب نتیجه گرفته. همین که در فوتبال نمیشه در واقع پیش بینی کرد تیم انتهای جدولی با صدر جدولی چه نتیجه‌ای رو به دست بیارن. فعلا که پایاپای بوده دیدار دو تیم. طالب ریکانی سمت راست و با پای چپ ارسال خواهد کرد، در محوطه جریمه حاضر هستن بازیکنان استقلال. به شکل پاس برای هلیچی، یه تو سر توپ عالی روی پای چپ و ضربه‌ای که از روی دروازه به بیرون میره، ضربه پدرام اردلانی. عوض میخوان بنگستون اثر میذاره، فرصت برای علی علی پور، گوشه محوطه جریمه ارسال، فرصت برای بازیکنانه پرسپولیس. اونجا هنوز توپ به بیرون نرفته، انصاری میاد و تصاحب میکنه، آلیشا هست روی پای راستش، ارسال به تیر دوم، بازم موقعیت برای بازیکنان پرسپولیس اونجا و کورنر، کورنر به دست میاد برای پرسپولیس با فشاری که اونجا آوردن. به شکل پاس در محوطه جریمه، رامین رضاییان به دنبال توپ، گرفتند دور کردن موقتا، مجددا بازیکنان پرسپولیس. لوکا ماریچ مدافع کروات پرسپولیس کوتاه کار میکنند بازیکنان پرسپولیس تهران. محمد انصاری که در ترکیب ثابت قرار گرفته، مسلمان فرشاد احمدزاده تکنیکی هست، جا میگذاره یک لحظه پشت محوطه جریمه، میگیرن توپش رو موقتا اونجا دور میشه، اما فشار همچنان حالا میگیرن بازیکنان استقلال. حرکت رو به جلو، فرصت برای حسین بهرامی به دنبال توپ، سوشا مکانی، مسلمان، محسن بنگر، کامیابی نیا به سمت راست میبرن برای انصاری. چپا هست انصاری، بازیکن بندر عباسیه تیم فوتبال پرسپولیس. حالا آلیشا حرکتش رو آغاز میکنه، هلیچی رو پیش رو داره، مدافع جوان استقلال اهواز که همین مال محله های در واقع میشه گفت در واقع اهواز هست و در ترکیب ثابت استقلال اهواز حاضر شده. محمد
انصاری پشت محوطه جریمه. مجددا انصاری بازی در اختیار بازیکنان پرسپولیس هست در این دقایق، کاملا مشخص هست. با برنامه مطمئنن سیاوش بختیاری زاده تیمش رو به میدان فرستاد، اونا در نیمه زمین خودشون پرتعداد، اتفاقی در فوتبال های زیادی در دنیا شاهدش هستیم. شاید چشمشون به ضد حمله باشه جایی که بازیکنان جوانشون اونجا حضور دارن. حسین ساکی در مرکز میدان یه لحظه تأثیر میگذاره. حسین بهرامی میره توپ رو حسین بهرامی، حالا پدرام اردلانی در سمت چپ، توپ از پای بازیکنان استقلال است. حسین ساکی جدا میشه و پرتاب به نفع استقلال اهواز شک میگیره. 21 دقیقه از دیدار رو پشت سر میذاریم، نتیجه 0-0 مساوی است. از طریق شبکه 3 سیما، شبکه خوزستان و شبکه جام جم در خدمت شما هستیم با پخش زنده این مسابقه. تو به دست مهاجم پرسپولیس برخورد کرد، این رو کمک اول آقای سید علی، آقای طالقانی اعلام میکنه، کنترلش اشاره میکنه که هند بود، کنترل علی علیپور. لحظه چهره طالقانی رو ملاحظه کردید، کمک داور اول این مسابقه روی زمین نشسته. حسین بهرامی بازیکن 20 ساله تیم فوتبال استقلال اهواز، از تیم‌های پایه نفت اهواز و استقلال اهواز به این تیم اومده. چهره برانکو ایوانکوویچ خدمتتون عرض کردم، سرمربی برشک فعلا موفقه پرسپولیس، تیمش رو از انتهای جدول در ابتدای فصل به صدر جدول رسونده. حالا اونا در اوج هستن و مطمئنن این سرمربی با توجه جوانگرایی که انجام داده در در کنار یکی دو تا بازیکن با تجربه‌ای که در اختیار داره، تیم خوبی رو برشک رمانه مسابقات کرده. اتفاقی که اگر در تیم استقلال اهواز هم میافتاد و از همون ابتدا همین بازیکنانی که الان در مقابل پرسپولیس قرار گرفتن در ترکیب قرار میگرفتن به بازی گرفته میشدند، الان در اینجا جدول در انتهای جدول نبودند. به عقبتر ماریچ، سوشا مکانی در مرکز میدان، مجددن حسین بهرامی تو در اختیار بازیکنان آیپوش استقلال اهواز هست. طالب ریکانی در مرکز، اردلانی بازیکن ایرانی اسکاتلندی استقلال اهواز هست، اردلانی که در مرکز گمارده شده تا اونجا تغذیه کنه مهاجمین استقلال اهواز. این بازیکن اونجا سعی میکنن مزاحمت ایجاد کنن، بازیکنان استقلال اهواز اجازه ندن بازی سازی شکل بگیره. علی پور، رامین رضاییان به خطا رو متوقف میکنه، میلاد ربانی فرد، مسلمان یه پاس توی اون برای بینگسون با پشت پا اومد آماده میکنه برای علی علیپور که به اون نرسید. ضربه از مرادیان، خب گسترش فولاد تبریز و استقلال خوزستان 0-0 مساوی هستن. بازیشون ملوان 3-1 سایپا رو از پیش رو برداشت، راه آهن 2-1 پدیده رو شکست داده و نتیجه بسیار خوب رو به دست آورده. در سمت راست الچی، توپش به بیرون میره، تشویق یک صدای طرفداران دو تیم. برشک بازی با یک دقیقه سکوت برای احترام به روح مرداد اولادی عزیز در رقم شکوف آغاز شد. تسلیت میگیم به جامعه ورزش، خانواده عزیزش. برشک اتفاقی است که در میادین ورزشی ما مدتی است
میفته. حالا در واقع میشه گفت که طرفداران دو تیم هادی نوروزی رو در واقع میشه گفت که تشویق میکنن در دقیقه 24 مسابقه منتهی به دقیقه 25 بازی هست. حالا مرداد اولادی هم مطمئنن اضافه خواهد شد. یکی دو هفته پیش هم بود که محمود بقالزاده رو هم استان خوزستان یکی از پیشکسوتان و بازیکنان به نام قدیمش رو از دست داد، اتفاقی که به هر حال زنگ خطر رو برای ورزشکاران به صدا در آورده و وامی داره مسئولین ورزشی کشورمون رو که در میادین مختلف ورزشی اکیپای اورژانس کامل و تجهیزات کامل حاضر باشه. در سمت چپ انصاری، یه توپ بلند محوطه جریمه، یه ضربه سر، احسان مرادیان راحت تصاحب میکنه. ارسال ها خوب انجام میشه از سوی بازیکنان پرسپولیس، اما هم احسان مرادیان حواسش هست، هم تعداد بازیکنانی که در مرکز برای استقلال اهواز بازی میکنن زیاد. از تماشاگرانی رو که خدمتتون عرض کردم، طرفداران دو تیم استقلال اهواز پرسپولیس تهران. در سمت چپ پرتاب به نفع پرسپولیس، میداره بازی آرامتر دنبال میشه. آلی شاه حرکت میکنه، پا به توپ میاد به میانه های میدان، پاسش به بنگستون نمیرسه. مجددا در برگشت مدافعین پرسپولیس، کامیابی نیا، علی پور، نمیرسه به مسلمان، عادل کراکچ نگه میداره، سعی میکنه بازی رو آروم کنه و اون هیجانات اولیه مسابقه رو کم کنه تا تیمش بتونه راحت تر فوتبال کنه و شرایط بهتری رو در زمین پیدا بکنه. میدونن که برشک پرسپولیس شرایط خوبی رو در این چند هفته گذشته دنبال میکنه، چهار پیروزی پیاپی باعث شده که پرسپولیس در شرایط آرمانی به سر ببره. استقلال اهواز هم خدمتتون گفتم هفته پیش موفق شد سپاهان بحران زده رو 1-1 متوقف کنه در اصفهان. مسلمان، علیپور برای رضاییان، جا میگذاره یکی دو بازیکن استقلال رو، مسلمان، کامیابی نیا، تعویض منطقه بازی که برخورد کرد به مدافعین استقلال رو به بیرون رفت. انصاری باید توپ رو پرتاب کنه، میاد برای یک پرتاب بلند، نزدیک میشه به او مهاجم پرسپولیس، دور میکنن. حالا پاک پرور یه ضربه بلند پشت مدافعین پرسپولیس با سر، سوشا مکانی توپ رو واگذار میکنه به ماریچ. انصاری در انتهای جدول استقلال اهواز با 13 امتیاز 16 هست، ضمن که علی پور پاس رو پشت محوطه جریمه میفرسته. رضایان یه ارسال خوب، یه ضربه، موقعیت برای بنگستون، ضربه‌اش رو عالی زد و احسان مرادیان اونجا واکنش نشوند و اجازه نداد توپ از خط دروازه عبور کنه و به بیرون فرستاد. ارسال رامین رضایان، ضربه سر بنگستون، خوب واکنش نشون داد دروازه‌بان استقلال اهواز. البته بنگستون هم خوب به توپ ضربه زد، در بین دو بازیکن میانی استقلال اهواز اونجا مترصد هست برای زدن ضربه. در سمت راست مجددا رضاییان، بازی ادامه داره. خب متوقف میکنه آیه سیدعلی، کارت زرد به رامین رضاییان نشون میده که تمارز کرد، حتی اجازه نداد بازیکنان استقلال اهواز ضد حمله تعریزی کنند. هنوز روی زمین افتاده و احساس البته ناراحتی هم میکنه. حالا در تصویر آسته بچه ها به نمایش میگذارن، بله خیلی مشخص نبود از این زاویه که ضربه مدافع استقلال برخورد کرد به رامین رضایان یا خیر. این رو که البته کمک آقای سیدعلی طالقانی تشخیص داده به همراه آقای سیدعلی، کارت زرد به رامین رضایان نشون داده میشه. ضربه غیر مستقیم هست، چهره رامین رضاییان رو ملاحظه میکنید، مدافع 26 ساله و بچهش ساری هست، مازندرانی است. اغلب بازیکنان در واقع پرسپولیس و استقلال تهران مازندرانی یا گیلانی هستند و معمولا از اون بازیکنان استفاده میکنن، بخصوص بازیکنان پرسپولیس.
مدافع راست پرسپولیس تهران و همچنین تیم ملی کشورمون رامین رضاییان. بنگستون یه لحظه اثر گذاشت، ربانی فرد، علی پور درگیر هست با او، حسین ساکی، اعلام خطا از حسین ساکی میشه و آیت طالقانی که دخالت میکنه و بازیکن دو تیم رو به آرامش دعوت میکنه. اونجا بنگر هم با علی پور صحبت میکنه، اون رو به عنوان یه بزرگتر آرام میکنه تا بازی ادامه پیدا کنه. 30 دقیقه از دیدار رو سپری کنه. یه بار دیگه ببینیم لحظه ایست که خطا کرد بازیکن استقلال اهواز، حالا برخورد بعدیه در واقع میشه گفت که علی پور جالب نبود. محسن مسلمان به توپ ضربه خواهد زد، بازیکن چپ پای پرسپولیس، فصل قبل در فولاد بود، حالا با پای چپ ارسال کوتاهش رو انجام میده، دور میکنه عادل کلاکچ، کورنر شک میگیره برای پرسپولیس. این فشارها و این در واقع میشه گفت شرایط رو پشت سر بگذاره، استقلال اهواز آرام آرام با تکیه بازیکنان جوانش مطمئنا بازی بهتری رو ارائه داد. دست کم نباید مطمئنا بگیرند استقلال اهواز رو. یه ارسال به دهانه دروازه، بنگر آماده میکنه برای رضاییان، خود بنگر دور میکنه، حالا ضد حمله برای استقلال اهواز، به سمت چپ حرکت آغاز شده، طالب ریکانی پیش رو داره کامیابی نیا رو در عرض پشت محوطه جریمه، پاک پرور توی عرض پشت مدافعین برمیگردونه کامیابی نیا، دور میشه و مسلمان صاحب توپ هست و مجددا مدافعین استقلال که توپ رو دور میکنند و اعتراض مدافع استقلال اهواز مهدی اسلامی که اشاره میکنه وای سید علی که بازیکن و بازیکن در واقع مهاجم پرسپولیس روی زمین افتاده. حالا بازی متوقف میشه، او هم معترض هست. محسن بنگر هست، اونجا قصد داشت ضربش رو بزنه که برخوردی به وجود اومد، چهره سیاوش بختیاری زاده رو هم ملاحظه کردید. بنگر روی همون زمین داره اعتراض میکنه وای سید علی. حالا اگه باشه بچه ها میتونن در تصویر آسه بدن ببینید وضعیت چطور بود. سیاوش بختیاری زاده رو شما ملاحظه میکنید، سرمربی تیم فوتبال استقلال بیگرادی هستیم. این لحظه بود که البته بعد از ضربه برگشتی این ضربه اینجا تکنیک به نظر میاد برخورد کرد و روی همین مسئله آسیب دید و روی زمین افتاد بنگر و روی همین مسئله هم اعتراض میکنه. زده حمله هم میتونست خطرناک باشه، اگر اتفاق این سمت میافتاد و استقلال به گلی میرسه خب مطمئنن اعتراضات بسیار بیشتر هم میشه. بنگر همچنان ناراحت هست و در این لحظات مهداد اولادی هم مورد تشویق قرار میگرفت. امیدوار هستیم که روحش شاد باشه مهداد اولادی عزیز و تمامی ورزشکاران عزیزمون. من از این فرصت استفاده میکنم، به هر حال یکی دو هفته پیش کسوت دوست داشتنی استان خوزستان محمود بقالزاده رو هم ما از دست دادیم و بازم تکرار میکنم امیدوار هستم در ورزشگاه های ما، چه در مسابقاتی که بین پیشکسوتان عزیزمون برگزار میشه، چه در مسابقات در این سطح، حتماً تجهیزات کامل پزشکی حاضر باشه. برشید این اتفاقی است که در چند ماه گذشته برای فوتبال ما و بازیکنان ما میفته. طالب ریکانی میزنه توپش رو، یه لحظه کامیابی نیا اینم خطا از بازیکنان استقلال. و یه تبریک هم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که امیر قاسمی منجزی کشتیگیر اهوازی تیم ملی کشتی کشورمون در مغولستان موفق شد مدال طلا رو به دست بیاره و به مسابقات کشتی فرنگی در المپیک در واقع میشه گفت که انتخاب بشه برای المپیک برزیل
یه بار دیگه در تصویر میبینید که چگونه مهاجم پرسپولیس متوقف شد. از سمت چپ ارسال انجام میشه توسط بازیکنان پرسپولیس. رامین رضاییان توپش برخورد میکنه به ربانی فرد یا حسین بهرامی. برشک در این دقایق در نیمه اول بازیکنان استقلال هستن که سعی میکنن در هلوهاش محوطه جریمه خودشون فضا رو ببندن و بگیرند از بازیکنان پرسپولیس در محوطه جریمه. حالا حرکت رو به جلو، موقعیت برای علی علیپور، دروازه خارج شده. احسان مرادیان به خوبی راه توپ رو بست. خدمتتون عرض کردم تیم انتهای جدولی استقلال هنوز پا پس نگذاشته و به عنوان یه حریف چغر داره مقابل پرسپولیس سطرنشین بازی میکنه. حرکت رو به جلو از ساکی، یه ضربه از راه دور، حسین بهرامی بود که این ضربه رو زد. بازیکن 20 ساله تیم فوتبال استقلال اهواز مطمئنن تا این لحظه، زمین که یه بار دیگه ملاحظه کردید ضربه حسین بهرامی رو، ضمن اینکه ناراحت هست بنگر و به نظر من نمیتونه به بازی ادامه بده، بازی متوقف میشه. خب در تصویر کاملا مشخص هست محسن بنگر قادر به ادامه بازی نخواهد بود. مدافع با تجربه که مورد تشویق تماشاگران حاضر در ورزشگاه طرفداران پرسپولیس هم قرار میگیره و خب تا تعویض انجام بشه دو تیم هم سعی میکنن در کنار زمین حاضر باشن. هنوز بازی خیلی قشنگی رو شاهد نبودیم، به جز حالا یکی دو تا موقعیت و فشاری که پرسپولیس آورده، یکی دو تا ضربه که استقلالی ها زدند، موقعیت گلزنی 100 درصدی رو نداشت. حالا به جز ضربه بنگستون که توسط احسان مرادیان هم به کرنر رفت. همچنان ناراحت هست برشک محسن بنگر. تا یک مدافع آماده بشه و به میدان بیاد همچنان در زمین حاضر هست و ادامه میده. کامیابی نیا، انصاری، مسلمان پشت محوطه جمعی، ضربه سر، فرصت برای بنگستون، پرچم بالا هست و آقای طالقانی اشاره میکنه که مهاجم هندوراسی پرسپولیس در موقعیت آفساید صاحب توپ شد. مهاجم 16 گله خودشون رو در اختیار ندارند پرسپولیسی ها. نیمکت ذخیره های تیم فوتبال پرسپولیس رو هم ملاحظه کردید، یک مدافع میرفت که آماده بشه. به نظر میاد بنگت برگشته به بازی و میتونه به بازی ادامه بده. مایکل اومانیا بود که قصداش خودش رو آماده بکنه و به میدان بیاد. ربانی فرد به عقبتر، مکی شریفی بود که توپ رو تصاحب کرد، مدافع با تجربه خوزستانی استقلال اهواز. در سمت راست هلیچی، عادل کلاکش در آفساید هست. این بار پرچم توسط آقای الوندی بالا برده میشه. کم کم به دقیقه 40 این مسابقه نزدیک میشیم. چشم این بازی دوختن مطمئنا دست اندرکاران و طرفداران استقلال تهران و همچنین استقلال اهواز. آرزو میکنند که این بازی حداقل با نتیجه تساوی همین 0-0 به پایان برسه. خب اومانیا به نظر میاد که میاد که وارد زمین بشه و بنگر به نظر میاد نمیتونه به بازی ادامه بده. تعویض انجام میشه و مایکل اومانیا به جای محسن بنگر به میدان میاد. ما مدافع 33 ساله و کاستاریکایی پرسپولیس در ترکیب قرار میگیره. بنگر به دلیل آسیب دیدگی از زمین مسابقه خارج میشه و به جای او
همونطور که خدمتتون عرض کردم مایکل اومانیای کاستاریکایی که 33 ساله هست به میدان میاد. مدت ها بود در ترکیب قرار نگرفته بود. این مدافع، این بازیکن درست میره در محلی که محسن بنگر بازی میکرد و وظایفی که او بر عهده داشت رو در اونجا انجام وظیفه میکنه. در سمت راست علیپور، بازم او صاحب توپ هست و بازم رامین رضاییان که اونجا ترکیبشون در این هفته های گذشته خیلی به کار پرسپولیسی ها اومده، اما هنوز در این بازی در مقابل تیم ته جدولی استقلال اهواز و جوانان جویای نام استقلال اهواز کاری از پیش نبردند. مسلمان بازم توپ در اختیار علی پور قرار میگیره، او رو تعقیب میکنه ربانی فرد. حالا اعلام خطا میشه از سوی سید علی. برانکو ایوانکوویچ در پیش زمینه تصویر صحبت میکنه با شاگردانش، فعلا به صد استقلال اهواز خورده. رامین رضاییان و محسن مسلمان و باز هم محسن مسلمان به توپ ضربه خواهد زد با پای چپ، پاس بلند و مورب به گوشه محوطه جریان به دنبال توپ. پدرام اردلانی، موفق محمد انصاری و اعلام خطا از انصاری. یه چیز جالب در مورد تماشاگران کشور ما، تا قبل از شروع مسابقه چنان تشویق میکردن دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس رو که در زمین فقط گردران گرم کردن بودن، الان آرام هستن و آرام نشستند و تیمشون رو تشویق میکنن. درست برعکس کشورهای دنیا که درست در شروع مسابقه تشویق آغاز میشه. کمال کامیابی نیا، آلی شاه حرکت میکنه، پا به توپ در مرکز میدان، پیشروی آلی شاه نمیتونه کنترل کنه محسن مسلمان. این باعث میشه توپ از دست بره و بازیکنان استقلال اهواز صاحب توپ بشند. ربانی فرد، کلاکج، طالب ریکانی، فشار روی اونها زیاد هست. ببینید پرس از سوی قرمز پوشان و بازیکنان پرسپولیس انجام میشه، موفق هم هستم تو به دست بازیکنان پرسپولیس برخورد میکنه. اردلانی یه تو به سمت چپ، حرکت از حسین ساکی، جامیزایی لزه، رامین رضاییان روی پای راستش هست پشت محوطه جریمه، درگیری بازیکنان. حالا موقعیت برای میلاد پاکپرور، خود پاکپرور و کورنر نهایتا به نفع استقلال اهواز. اونجا اجازه کار بهشون داده بشه، پر جنب و جوش و تکنیکی هستند بازیکنان میانی و خط حمله استقلال اهواز. خود پاکپرور از خوبهای استقلال اهواز بوده، حالا او هم دوچار مشکل میشه برای زدن ضربه. قبل از بازی هم پرسپولیسی ها دوچار این مشکلات شدن. این در واقع میشه گفت که اختصاص به تماشاگران یک تیم نداره، مطمئنا در کشورمون این چنین هست. فعلا پاک پرور با پای راست، ضربه یه سر از عادل کلاکش میرفت که دروازه باز بشه. هنوز موقعیت هست و برگردون بازیکنان استقلال به این قاعده خاتمی رو تو ببینو میره. عالی زد ضربهش رو عادل کلاکش، یه گل زیبا مقابل سپاهان هفته پیش زده بود، میرفت یه گل زیبای دیگر رو وارد دروازه بکنه. ببینیم یه گل در تصویر. آها، این لحظه‌ای که اونجا با یه دست سوشا مکانی توپ رو دور کرد، تو ببیرون هم نرفت. نظاره‌گر بودن مدافعین پرسپولیس تا اینکه مجددا خود استقلالی اهواز توپ رو ببیرون زدن. بهترین موقعیت گلزنی استقلال اهواز در این نیمه بود، در شرایطی که 45مین دقیقه بازی رو آغاز می‌کنیم. یک توپ به محوطه جریمه دور می‌کنه مکی شریفی، بازم عادل کلاکش. آرام آرام استقلال داره به خودش میاد. در سمت چپ حرکت رو به جلو است بازیکنان استقلال، حسین ساکی پشت محوطه جریمه از ضربه طالب ریکانی رو باز هم سوشا مکانی اداره میکنه و تصاحب. هله چی این دقایق بازیکنان استقلال هستن که بی‌محابا روی دروازه پرسپولیس فشار میارند. پرسپولیس از برتری دقایق قبل خودش نتونست استفاده بره، اما استقلالی های اهواز حالا برگشتن. در تصویرم بازم دیدید ضربه بازیکنان استقلال رو. در سمت راست هلیچی، کلاکچ، کوتاه، بازی بهتر استقلال اهواز.
ضربه از کنار دروازه به بیرون میره. به خودشون اومدند جوانان استقلال اهواز بدون در نظر داشتن اینکه در کجای جدول هستند. در این دقایق اونا بهتر بازی میکنند. 2 دقیقه وقت تلف شده. علیپور راه بسته هست. بازیکنان استقلال در مرکز میدان. ضربه اول از کامیابینیا، کنترل او، محمد انصاری در سمت چپ روی دستش آلیشاه. 3-4 بازیکن و مدافع استقلال جلوی اونها هستند. دورتر ماریچ، اومانیا، کامیابینیا یا علی پوروز میخوام. این کامیابینیا است. آلیشاه قصداش بینگستون رو صاحب توپ کنه، موفق نبود. خدمتتون هست که کند هست جری بینگستون و اصلا نمیتونه جای مهدی طارمی گلزن رو بگیره، زمینی که چهره برانکو ایوانکوویچ رو باز هم ملاحظه میکنید و کردید. بازیکنان پرسپولیس مجددا صاحب توپ و میدان. این 2 دقیقه وقت تلف شده رو ببینیم. استقلالی های اهواز به سلامت خواهند گذرون یا خیر؟ پرسپولیس صاحب توپ و میدان هست. علیپور اجازه کار رو بهش نمیده. ربانی فرد حالا اگه به توپ برسه، پاک پرور که میرسه و اثر میذاره. انصاری، علیپور، کامیابینیا، یه توپ قطری بلند برای رامین رضایی که باید نمیرسه. وقت تلف شده هم تمام هست. احمد زاده بود که حرکت رو به جلو انجام داد. باز که شماره 10 پرسپولیس، زمین که چهره بختیاری زاده رو ملاحظه کردید، تیمش یه تساوی فعلا ارزشمند 0-0 رو در مقابل پرسپولیس به دست آورده و سوت پایان این دیدار با